من سال 92 دومین بار بود که اومدم راهپیمایی اربعین. یه تجربه‌ای داشتم، یه شیطنتی کردم. یه سایت جهانی هست به نام لانگ واک، یعنی پیاده روی طولانی. یه جمعیتی هستن چیزی حدود مثلا 2 میلیون نفر جزء اون سایتن. بعد یه شیطنتی کردم، این که گفتم که آقا اونایی که میخوان بیان پیاده روی، هر جای دنیا پیاده روی باشه اینا میان. از این 2 میلیون نفر مثلا رندوم 50-60 نفر میان. من رو اون سایتی شیطنتی کردم، گفتم آقا هر کی میخواد بیاد پیاده روی بیاد. مثلا اون آدرسی که اون روز دادم، گفتم که نجف خیابان ابراهیم آبادی، همینجوری رو هوا. بعد نگو تو نجف یه خیابون ابراهیمی هست، مثلا یاسر ابراهیمی مثلا. بعد که این کارو کردم، قرار گذاشتیم، به قول اینترنتی دیت کردیم دیگه، دیت کردیم که قرار گذاشتیم که بیان اونجا. همه اینا، یکی از برزیل، یکی از مثلا فنلاند، یکی از فرانسه، پاکستان، اینا همشون لایک بودن. لایک به معنای بی دینیه، نه بی خدایی. یعنی خدا رو قبول دارن ولی دینی رو تبلیغ نمی کنن. بازم تبلیغ به معنای تبلیغ. خلاصه این شیطنتی کردم. من فکر نمی کردم بیان اینا. مثلا هفتم ماه میلادیشم اون موقع آگوست بود، آره مثلا 27 آگوست بود. قرار گذاشتم و چیز کردم، سنت کردم به هر همه تو فیسبوک. اینا همشون اومدن من لینک کردن و قرار گذاشتیم و بعد اومدن. منم نمیدونستم که ابراهیمی هست توی نجف. رفتم گفتم نکنه اینا بیان واقعا. رفتم دیدم اومدن. دختر و پسر خیلی هم مقید نیستم به لحاظ ظاهری. سلام، من علی سلیمانی هم، علی سلیم ماچه موسه کردیم. و بعد اینا تعجب کردن از این پیاده رویه که تو این موج اندیگه، تو این موج قرار گرفتن. میگم مثلا 16 نفر بودن، 7 نفرشون خانم بود، 9 نفرشون آقا. اینا میپرسیدن که همش به قول خودشون کوئسشن داشتن، میپرسیدن اینا کجا دارن میرن. بعد گفتم که اینا دارن میرن به سمت یه قبری که پسر پیغمبره. گفتم Who is prophet؟ کدوم پیغمبر؟ گفتیم محمد. گفتم مگه محمد بچهش زنده است؟ گفتیم نه، الان زنده نبود، 1400 سال پیش یه اتفاق افتاد. حالا داریم پیاده روی میکنیم، نه سوال میکنن. میگفت چرا اینا راه میرن گریه میکنن؟ چرا بعضی یزله میخونن؟ عربا یزله میخونن دیگه. یکی داشت نوحه میخون، یکی داشت گریه میکرد، یه بچه آواز میخون. بعد من همه اینا رو کجدار مریض و یه چیز به قول بچه ها بادی لنگویج ترجمه میکردم. فقط یه سوالی بود که همه رو تکون داد. گفتن هوزیس حسین. یعنی حسین کیه؟ بعد من توضیح دادم که حسین یه کاری کرده، از مکه این کارو کرده، با زن و بچهش رفته تو کربلا با حوصله. یعنی ترجمه من چیزی حدود مثلا یه ساعت و نیمی طول کشید. همه این 17 نفر گریه کردن در حالی که اینا لایک بودن، یعنی اصلا مذهبی نداشتن. اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتن، گفتن علی سلیمانی تو برو، ما کار داریم اینجا. و بعد اینا خودشون تو این موجه رفتن به سمت کربلا. حالا من یه خیلی مصدق نشم، اونایی که لایکن، اونایی که هیچ دینی ندارن ولی خدا رو قبول دارن، فطرت خدای جوشون به اینجا رسونده که یه جوری میزانسن خدا بوده دیگه، آورده توی نجف و اینا سوار این موج شدن رفتن به سمت امام حسین. مایی که خودمونو شیعه حضرت علی میدونیم، ما ببین چقدر مورد
رحمت واسعه خدا و رحمت خاصه خدا قرار میگیریم. امیدوارم این اتفاق بیفته. من کوچک هم هیچ انگیزه ای بجز با این موج حرکت کردن نداشتم. این همه آدم با انگیزه های مختلف میان، ما هم همینطور. امیدوارم که امام حسین قدم های ما رو قبول کنه که اون موقع که باید به داد اون برسه به داد اون برسه.